تراسی والا نوموشه مراشا قیلت یعقوب. سوال در مورد شخصیه که به یه نفر بی احترامی کرده و بعدش که میخواد بره درخواست مخیلا کنه متوجه میشه که ایشون فوت شده، قانونش به چه صورته؟ ربنو هاروش ایشون توضیح میده، ربنو آشر در مورد مسائل در مورد یامیم نوراییم، ایامی که بین روش هشانه کیپوره، که آدم توجه کنه، دلجویی بده هر کسی که پاشر که نگدو، راضی کنه هر کسی که باش مشکل داره. در گمارا مسخد یوما فهمون ریبیوسه برخنینا، کس که درخواست بخشش میکنه از دوستش و میبینه که میخواد بره درخواست بخشش کنه متوجه میشه که ایشون فوت شده، 10 نفر میاره کنار قبورای او طرف و میگه خطاتی للوه اسرائیل، خطا کردم در مقابل خالق اسرائیل، در مقابل فلانی که من تقصیر ورزیدم بهش، و به این صورت میره درخواست بخشش میکنه. پس بنابراین متوجه میشیم از گمارا، از گفتار ریبیوس برخنینا در گمارا یوما برگ 86 میفهمیم که پس کسی که در مقابل دوستش خطا میکنه و میبینه که این دوست فوت شده، در مقابل یه نفر یه خطایی انجام داده، حرفی زده، متوجه شده که کار من درست نبوده، باعث ناراحتی شده، بعد بره با 10 نفر سر قبورای اون فرد و اونجا درسته که به صورت کلی توضیح بده چه موضوعی بوده که در مقابلش خطا کرده. مثلا فرض کنیم که اگر یه زنی به یه زن دیگه بی‌احترامی کرده، میگه خطاتی لشم الهی اسرائیل، من خطا کردم به خدای اسرائیل و به فلانیت و به فلانی که اینجا قبورا هستش که من بهش بی‌احترامی کردم موقعی که با اون صحبت کردم، صحبت ناشایست داشتم. یعنی درسته که بگه مشکل چی بوده، مثلا بگه من تو صحبتام صحبت ناشایست داشتم، و میشنا برورا میگه که کسی که درخواست بخشش میکنه اونجا بیسته موقعی که پابرنه هستش و اون موقع درخواست مخیلا کنه. آخرونیم نوشتن که اونایی که اونجا حاضر هستن، اونایی که 10 نفری که اونجا هستن، به این فردی که درخواست مخیلا میکنه میگن ماخولاخ ماخولاخ ماخولاخ، 3 بار میگن ماخولاخ یعنی گناه تو بخشیده شد. بنابراین درسته که 10 نفر جمع کنن، حتی اگه لازمه یه مبلغ پول بده به 10 نفری که موافقت میکنن برن به اشتیه و اونجا بیست مقابل او طرفی که بهش بی‌احترامی کرده درخواست بخشش کنه. ربنو یوسف خیم هاراف بنیشخی در کتاب خودشون رف پهالیم نوشتن که به خط خیلا 10 تا مرد باشن، به دیعوض حتی اگر که 10 تا زن هم باشن کافیه. بنابراین در گزینه ما، در سوال ما که یه زنی بود که بی احترامی کرده بود به یه نفر دیگه، اگه به هیچ وجه نمیتونه که 10 تا مرد با خودش ببره، چون لخط خیلا 10 تا مرده، میتونه که 10 تا زن با خودش ببره و درخواست مخیلا و بخشش کنه در حضور اونها به دیعوض. اینا لخط خیلا، بله به دیعوض. اگر که او فرد توی شهر دیگه هستش، مثلا این نفر بی احترامی کنه به یه فرد دیگه، او میره یه کشور دیگه، یه شهر دیگه، میره آمریکا، جای دیگه دسترسی نداره. آراب عبدی یوسف زختو یاگناله نوامن در کتاب خزان عبدی ها نوشتن که کافیه که درخواست مخیلا کنه در جلوی 10 نفر که اونجا هستن. این 10 نفر میاره میگه من بی احترامی کردم به یه فردی، به شخصی که الان آمریکا رفته اونجا فوت شده، من دسترسی ندارم دیگه برم آمریکا سر قبوراش، دسترسی ندارم. همین که 10 نفر جمع کنه جلویشون بگه کافیه. و اگر که کسی هست از دوستاش که در محل متوفا هستش، مثلا کسی میشناسه تو آمریکا هستش، اون رو شالیخ میکنه، ازش میخواد نماینده بشه، میگه برو درخواست مخیلا کن از متوفا، 10 نفر با خودت ببر سر قبوراش، و اینطوری میتونه انجام بده. پس یا اگه امکانش هستش که این کار انجام بده، یه نفر نماینده بذاره بگه برو سر قبورای طرف با 10 نفر و از قول من درخواست بخشش کن. و از این بعد هم که خیلی آدم باید مواظب باشه، که خیلی باید مواظب باشه آدم که هیچ کسی در دنیا ازش ناراحت نباشه، درخواست بخشش کنه از کسی که حالا بسی کدورتی داشته قبل از اینکه اصلا به این مراحل کشیده بشه. این موقع اینجوری خیلی بهتره که تو زندگی یه طرف آدم درخواست بخشش کنه تا حالا بخواد بذاره بس که فوت کنه و شرایطی که داره. علی بخنگا به نقش عمر رسا تراسی والا نموشه مراشا قیلت یعقوب.
کارا برخای مقادش رو پارشای کتابو و هایا کتابو الهارس توضیح میدن که ای پاسخ داره به صورت اشاره داره به علام الیون، به او دنیا اشاره میکنه. و هایا کتابو الهارس منظور موقعی که آدم میاد به او دنیا و به اونجا میگه که کل پری و آدم ها همه میوا رو با خودش میاره. میوا همون میسواهیه که آدم انجام داده. اشر تابی مرسه خواه از زمین میاره، یعنی از علام حزه میسواه رو که مثال میوه به میوه تشبیه شده با خودش میاره. آدم باید بدونه که اگر که میسواه رو اجرا کنه، اگر که همه میسواه اجرا کنه ولی بدون توضیح خخامین باشه، طبق منطق خودش بیاد اجرا کنه، بر طبق تورای خودش اجرا کنه، موقع فایده نداره. ولی اگر که بیاد اونجوری که خخامین گفتن بیاد اجرا کنه، موقع ازش که ارزش داره. و کلن گمارا به شیشین مسخت تقسیم میشه. هر کس که همه شیشین مسخت بلد باشه بهش میگن گاون. گاون یعنی نابغه و ارزش عددیش هم میشه شیشی. همه میسوار رو اگه آدم بر طبق اونجوری که خخامیم گفتن اجرا کنه. حالا توضیح میدن که وقتی که آدم میسوار رو میاره نوشته به سمت تا بطنه، یعنی بیا میسوار رو که به میوه تشبیه شده تو سبد بذار، که بعد اینا باید بیکوری میوردن نوبرین میوردن، میگه تو سبد بذار. تنه هم ارزش عددیش میشه 60 و اشاره میکنه که آدم میسواهی که انجام میده بطنه باشه، یعنی جز شیشین مسخت باشه. آدم میسواهی که انجام میده ولی بر طبق چارچوب تورانیس فایده ای نداره. این توضیح آرا براخای مقدوشه که پس وقتی میای به حارس، یعنی میای به او دنیا و با خودت پری و آدم آوردی، میسواه رو آوردی، به سمت و بطنه ای باید بذاری تو سبد. تنه هم ارزش عددیش میشه 60. ما 60 تا مسخت هم داریم. اگه این میسواه تو سبد گفتار خخامی باشه، تو چارچوب قانون باشه، اون موقع هستش که فایده داره و ارزش داره. میری به محلی که ادامه پاسخ میگه بری به محلی که خدا انتخاب کرده، اونجا اسمش رو ساکن کنه. یعنی این میسواهی که باعث میشه تو دنیا به آدم ارتقا بده، میسواهی که در چارچوب قانون تورا و گمارا بوده، ولی یک کسی یه میسواهی انجام داده به نظر خودش میسواهه ولی بر طبق چارچوب تورا نیست. مثلا اومده از یه ثروتمندی پول برداشته بده به فقیر، یا مثلا سر یه نفر کلا گذاشته بعد بگه پولش میدم صدقه، به نظر خودش میسواه کرده ولی در چارچوب خخامیم نیست. اون موقعی میسواهی نیستش که ارزش داشته باشه. اگه ما تو پارشای بیکوریم نگاه کنیم، تو همون قسمت اول پارشای کتابو در تو ما نوبرین محصولات توضیح میده که میوایی که میوای ارسیه، کس که زمین داشته نوبرینش میورده و بعد میداده به کوهن. توی قسمت 13 بار اسم یودکه وافکه اومده، 13 بار اسم یودکه وافکه هستش. میشه خخما توضیح میده که این 13 تا مقابل 13 تا میدوت رخمیم هستش. و در پاراشای شروش اسم میدوت تو پاراشای کیتیسا که 13 تا خصلت میگه، اونجا بحث 13 خصلت تو پاراشای کیتیسا هستش. حالا گفتیم که تو پاراشای ما 13 بار اسم هشم و این 13 تا مقابل میدوت رخمیمه، یعنی کسی که بیاد قدشناس باشه، کسی که نوبین محصولاش میاره نشون میده که من قدشناسم، نشون میده که من اگه هشم بهم زمینی داده قبول دارم، که اگه هشم کمک نمیکرد این محصولات به ثمر نمیرسید، اگه بارونش نمیومد، اگه هشم کمک نمیکرد از آفتها به دور باشه یه ثمره ای نمیداد. در نتیجه وقتی که این موضوع رو بر خودش قبول میکنه و نوبرینو میاره، مثل ای که همه میدوت رخمیم هشم رو داره اجرا میکنه و قبول داره، چون کل میدوت هشم بر پایه حکارت اتو براشی توضیح میده، میگه چرا نوبرین محصولات تو را دستور داده بیارن؟ به خاطر حکارت اتو، به خاطر قدشناسی. کس که قدشناسه هشم باشه، اون موقع میتونه همه میسوا رو اجرا کنه. و ریشه 13 خصلت هشم که ما باید دنبالش باشیم قدشناسیه، ریشه همه 13 تا میدوت هشم. اگه آدم قدشناس باشه، موقع استش که میتونه همه خصلت های هشم رو دنبال روش بره و اجراش کنه. خیلی خنده.